حمل و نقلی ارزان، ایمن و پاک. اما چقدر از این مسیرها استفاده میشه؟ از نظر حمل و نقل ریلی در کشور بین سالهای 90 تا 95 242 میلیون تن بار از جاده های جابجا شده که خط ریل نیز وجود داشته. اگر این 242 میلیون تن رو در کیلومتراژی که جابجا شده ضرب بکنیم و ضرب در 756 ریال بکنیم، حدود 13 هزار میلیارد تومان کمی بیشتر در واقع عدم و نفعیه که اتفاق افتاده و میتونست این پول صرفه‌جویی بشه و در اقتصاد ملی نقش آفرینی بکنه. 13 هزار میلیارد تومان هزینه اضافی. ایران در چهارراه شرقی غربی و شمالی جنوبی جهان واقع شده. حمل هر یک تن بار هم از طریق ریل معادل یک بشکه نفت، یعنی چیزی حدود 50 دلار ارزش افزوده ایجاد میکنه. این موجب شده کشورهای زیادی متقاضی سرمایه گذاری در صنعت ریل کشورمون باشن. ایران ظرفیت خوبی در توسعه حمل و نقل ریلی داره. کشور شما در کریدورهای جهانی هم موقعیت ممتازی داره و اگر ریل رو توسعه بدین، مزایای زیادی آید کشورتون میشه، چون ریل آینده حمل و نقل در جهانه. اما راهبردهای ما برای بهره‌گیری از ریل چیست و چه باید باشه؟ کارشناسان میگن هم‌اکنون بهره‌وری از همین خطوط موجود هم چندان بالا نیست. یکی خود توسعه راه آهن است از نظر میزان خطوط که بریم بسازیم اضافه کنیم، و یکی هم افیشنسی و بهره‌وری از وضعیت موجوده، اینکه ما چگونه از همین خطوطی که داریم و از همین فرض کنیم لوکوموتیو هایی که داریم به بهترین نحو استفاده کنیم. خود این بهره وری هم خیلی خیلی مهمه. و این یعنی جایی که ریل باشه به صرفه نیست اگر از جاده استفاده کنیم. آمار رسمی میگه تا 4 سال قبل تنها 5% بار و 9% مسافران از طریق ریل جابجا میشدند. طی 2 سال گذشته تخفیفات مختلفی رو دادیم و همین باعث شده که خب رشد حدود 12% رو هم سال گذشته و هم در 6 ماه اول امسال داشته باشیم. توجه بیشتر به اقتصاد ریل محور موجب میشه هم مسافران و صاحبان بار و هم فعالان صنعت ریل رضایت بیشتری حاصل کنند. بار دولت هم سبکتر میشه. تا پایان برنامه ششم توسعه باید سهم حمل و نقل ریلی از حمل بار به حدود 30% و از حمل مسافر به 20% ظرفیت کشور افزایش پیدا کنه. دو هدف مهم و بزرگی که تحقق اون عزم و اراده ملی رو مطالبه میکنه. مهدی صادقی، خبرگزاری صدا و سیما.